روسیه طرح سوئیس برای ایفای نقش میانجی با اوکراین را رد کرد. روسیه پیشنهاد سوئیس برای نمایندگی از منافع اوکراین در مسکو را رد کرد و گفت که دیگر سوئیس را به دلیل اعمال تحریم ها علیه روسیه بر سر جنگ اوکراین کشوری بیطرف نمی‌داند. این اتفاق یک روز پس از آن صورت گرفت که سوئیس و اوکراین بر سر مأموریتی برای نمایندگی منافع اوکراین در روسیه توافق کردند. اوکراین دریافت سامانه های موشکی از بریتانیا را تایید کرد وزیر دفاع اوکراین میگوید کیف یک محموله سامانه موشکی چندگانه پرتاب ام 20 از بریتانیا دریافت کرده است الکسی روزنیکوف توییت کرد بریتانیا قول داد و بریتانیا انجام داد و افسود که هدایای بیشتری به زودی خواهد رسید روزنیکوف گفت ارتش اوکراین در ادامه مقابله با تهاجم روسیه از سامانه های راکتی در میدان نبرد به طرز ماهرانه استفاده خواهد کرد بریتانیا می گویه از انفجارهای کریمه ناوگان هوایی روسیه در دریای سیاه را تخریب کرده است وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که انفجارهای هفته جاری در فرودگاه نظامی ساکی در شبه جزیره کریمه که توسط روسیه اداره می شود منجر به از دست دادن هشت جت جنگی روسیه شد از دست دادن هشت جت جنگی شاید نشان دهنده تعداد ناچیزی از کل ناوگان هواپیمایی است که روسیه برای پشتیبانی از جنگ در اختیار دارد این از خانه در آخرین به روز رسانی اطلاعات روزانه خود گفت با این حال پایگاه ساکی در درجه اول به عنوان پایگاهی برای هواپیماهای ناوگان دریای سیاه نیروی دریایی روسیه استفاده می شود. این سازمان افزود قابلیت هوانوردی نیروی دریایی این ناوگان اکنون به طور قابل توجهی کاهش یافته است این وزارتخانه گفت که انفجارهایی که روسیه گفته است یک کشته و پنج زخمی بر جای گذاشته است احتمالا ارتش روسیه را وادار خواهد کرد تا در درک تهدیدات علیه خود در منطقه تجدید نظر کند زلنسکی مقامات دولتی درباره که تاکتیک های نظامی با خبرنگاران حرفی نزنند زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از مقامات دولتی خواسته است تا از گفتگو با خبرنگاران در مورد تاکتیک های نظامی خودداری کنند وی در بیانیه خود گفت هرچه جزئیات کمتر شناخته شود برای دفاع از اوکراین بهتر است پس از انفجارها در پایگاه هوایی روسیه در کریمه، نیویورک تایمز و واشنگتن پست به نقل از مقامات دولتی ناشناس گزارش دادند که نیروهای اوکراینی مسئول این انفجار هستند. کیف از اعلام اینکه چه کسی پشت این انفجارها بوده است خودداری کرد. آمریکا و روسیه باید مسئولیت کامل خطرات احتمالی نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا را بر عهده بگیرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده بر این باور است که روسیه مسئول هر نوع خطرات احتمالی در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا است که توسط نیروهای مسلح اوکراین به طور منظم گلوله باران می شود. این مسئله را بانی جنکینز معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز پنجشنبه اعلام کرد. وی گفت روسیه تنها کسی است که با راه اندازی یک جنگ خانمانسوز این خطرات را برای نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا ایجاد کرده است و تنها این کشوری است که میتواند با خروج نیروهایش از خاک اوکراین این خطرات را از بین ببرد در همین رابطه واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل یادآور شد که حامیان غربی مقامات کیف مسئولیت وقوع یک فاجعه هسته‌ای در نیروگاه زاپوروژیا را بر عهده خواهند Да چین خواستار مذاکره برای کاهش خطرات پیرامون وضعیت نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا شد. ژانگ جون، نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد، شب گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد که مقامات پکن در رابطه با وخامت اوضاع پیرامون نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا از هر دو طرف درگیری در دونباس و اوکراین انتظار دارند تا مذاکراتی را در این خصوص آغاز کنند. این دیپلمات چینی گفت بحران ادامه دارد ما به طرف های درگیر توصیه می که بر سر یک میز نشسته و مذاکره کنند تا راه حلی برای این مسئله بیابند ممنون که تا پایان با ما همراه بودید جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید وقتتون خوش و خدا نگهدار